سلام به حسین سرور شهیدان و یاران شهیدش در جمعه خونین اشرف، جمعه وفا به عهد و پیمان. این دفتری که الان دستم میبینین اسمش پایداری پرشکوه. ایده این دفتر یکی دو روز بعد از 6-7 مرداد تماسه خوروش اشرف به ذهنم زد و تصمیم گرفتم این دفتر رو هر برگش رو تزیین کنم با دستخط یکی از مجاهدین اشرفی. همونطور که می‌بینید تو این دفتر من مجاهدین شهید مازیار که اسم اصلیش امیر مسعود فضل‌اللهی بود و ما به مازیار صداش می‌کردیم و یکی از فرماندهان والا مقاممون بود توی یکانمون. گفتم مازیار یک کار ازت می‌خوام بکنی واسه من. گفت چه کار؟ گفتم این دفتر رو می‌خوام یه برق واسه من بنویسی. اولش یه خورده با همون طبع مجاهدیش و شادابش یه خورده با هم شوخی کردیم اینا، یعنی یک پر سروسه هم گذاشت، بعد این دفتر هم واسه من نوشت. برادر عزیزم از سر بابا پور، وقتی توضیح دادی که چند جمله بنویسم فهمیدم موضوع چیست، اما به شوخی نکاتی را گفتم تا لحظاتی را با خنده بگذرانم. خواسته بودی چند جمله بنویسم، آنقدر حرف و جمله و خاطره و نکته و موضوع دارم که در چند جمله و چند دفترچه هم اگر بنویسم باز هم مطلب برای گفتن دارم. سالها خاطره از حماسه ها، قهرمانی ها، شهادت ها، وفاداری ها، پایداری ها، رشادت ها، صداقت ها، ایثار ها و عشق ها. همیشه در خلوت خودم با آنها زندگی می کنم و به آنها وفادار خواهم بود و یادشان را زنده نگه می دارم. زیباترین کلمه در ذهنم وفاداری است، همان که برادر همیشه با بیان زیبای خودش با تمسک به سردار وفاداری حضرت عباس بیان می کند. در آرزوی این هستم که روزی هم در مورد من گفته شود مجاهد وفادار به عهد و پیمان. درود بر همه مجاهدین وفادار به عهد و پیمان. سر و جانم فدای خاک پایشان که با وفاداری به آرمان‌های خواهر مریم و انقلابی که انتخاب کردن نام و رسم و آیینمان را در تاریخ جاودان کردن. درود بر مجاهدین خلق ایران. امیر مسعود فضل‌اللهی مازیار، 17 شهریور 1388. مجاهد شهید حسن اوانی، مجاهد پونشور و شاداب و سرزنده که هر وقت من از حسن میدیدم به طور واقع پول میشدم، انگیزه میگرفتم و ازش لحظه لحظه ازش یاد میگرفتم. به نام خدا و به نام آزادی. به راستی که هر لحظه‌ای که به گذشته نگاه میکنم خدا را شکر میکنم که جز ناچیزی از دریای بیکران این نسل خونفشان هستم، به طور خاص اشرف. به راستی در این یک ماه برگی دیگر از حماسی شورانگیز را اشرفیان برق زدند. با تن بی سپر به جنگ اهریمنان رفتند و سرفراز و پیروز فروغ ایران را ساختند، چرا که در زیر پرچم مسعود و دست پروردگان مریم هستند. خدا را شکر می کنم که این شرف و افتخار را به من داده تا در این راه قرار بگیرم. عاشقان چو به هوش آیند پیش معشوق
در نماز آیند، پیش شمع رخش چو پروانه سر ببازند و سرفراز آیند. حسن اوانی، 14 شهریور 88. مجاهد بالا مقاممون مجاهد قاسم اعتمادی، یکی از خانواده عزیزمون که با هم در یک کام بودیم، اینا خیلی مجاهد فروتن افتاده و به طور واقع بینام نشان در هر کاری، و هر وقت ازش بهش مراجعه میکردم، هر کاری ازش میخواستم جواب رد به من نمیداد. خیلی باش راحت بودم، خیلی مجاهدی بود که آدم احساس میکرد باش راحتی هر کاری میخواد ازش بکنه. قاسم هم خواستم که قاسم یک برگ از این دفتر واسه من توی پر کنین. اینم با کمال چیز افتادگی مجاهدی خودش که گفت خب من که کسی نیستم توی مجاهدی، مثلا دستخطم توی این دفتر باشه، ولی خب با اینا تو خاصی واسه می نویسم. بعد از سالیان همواره تجارب گذشته را استفاده می کردم. این روزها به دستاوردی رسیدم که به نظرم رسید در اینجا نیز بنویسم، و آن هم انتخاب و پرداخت لحظه مره برای هر مرحله می باشد. این روزها حال و هوای خاصی دارم و احساس می کنم بالاخره بعد از 100 سال رنج و محنت مردم ایران نیز سر و سامان می گیرند و دیر نیست که مهر ایران را در قلب ایران یعنی تهران ببینیم و مردم ایران نیز به خرمی برسند. قاسم اعتمادی، 12 شهریور 88.